فرقی نداره، بزن بهادر باشی یا لات مجازی. وقتی وارد این راه شدی به سختی میتونی از اون خارج بشی و عاقبت بیشتر افرادی که پا به عرصه لات بازی گذاشتن مرگه. بگیرنده های خودتون دست نزنید. شما بیننده یک کانال آژیر قرمز هستید. لطفاً قبل از هر چیز کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فشار بدید تا از پست ها و ویدیوهای بعدیمون با خبر بشید. روز 13 شهریور ماه بود. مردم مهرشهر در تماس با پلیس از عربده کشی پسر جوانی در محله حسین آباد خبر دادند. ماموران گشت کلانتری 22 مهرشهر به محل حادثه رفتند و با شرور محله که به کلاغ مهرشهر معروف بود روبرو شدند. پسر جوان با غمه به جان خودروهای عبوری افتاده و در حال تخریب آنها بود. ماموران متهم که مرتضی جعفری نام داشت رو مهار کردند. اما در همان حین تیری از سمت مامور به او شلیک می شود که باعث مرگش شد. سردار محمدیان رئیس پلیس البرز علت این حادثه رو سهوی دانست و گفت تیر هنگام جدل به صورت سهوی از اسلحه مأمور خارج و به متهم برخورد کرد و باعث مرگ او شد. به بهانه حادثه مهرشهر کرج و مرگ اراذل و اوباش این شهر، نگاهی به عاقبت مهمترین اراذل و اوباش و لاتهای دو دهه اخیر داشته ایم. فرقی ندارد در آتش سوزی کشته شوی، بالای دار بروی یا در درگیری بمیری و حتی در خواب در زندان جانت رو بگیرند. انتهای لاتبازی نزاع، قتل، قصاص یا مرگ است. به قول بسیاری از آنها اگر پا در راه شرارت گذاشتی یا کشته میشوی یا میکشی که در هر دو صورت بازنده اصلی خودت خواهی بود. در این میان البته اراذل و اوباش شناخته شده ای هم وجود دارن که تریلی نامشون رو نمیکشه، اما یا اعدام شدن یا کشته و هیچ کدام دعای عاقبت به خیری پدر و مادر رو نتونستن به دست بیارن. این افراد که بعضن قتل هم انجام دادن مانند وحید مرادی خیلی زود در زندان از سوی مخالفانش در دعوای گروهی کشته شدن. اصغر خارجی، کلکسیون جرم و شرارت، یکی از مجرمانی که کلکسیون جرائم رو در پرونده خود دارد و هیچ جرمی نیست که نکرده باشد و جزو اراذل و اوباش دهه 80 بود. اصغر نصیری معروف به اصغر خارجی است. از او به عنوان عجوبه لاتی در فضای مجازی یاد می‌کنند. اما او یکی از مجرمانی بود که در خلاف جز معدود مجرمینی بود که ترس از خلاف یا نزاع نداشت. این اراذل اوباش که در آن زمان جز اراذل سطحیه که تهران بود، سرقت‌های خاص شگردش بود. جواهر فروشی‌ها، فروشگاه‌های کیف و کالاهای لوکس کلکسیوندارها رو هم در کمتر از 5 دقیقه خالی میکرد. او نیمی از عمرش رو در زندان سپری کرد و از 14 سالگی با بزن بهادری در کانون اصلاح و تربیت برای خودش نامی فراهم کرد. این اراذل که به واسطه کارهایش نفر اول لیست دستگیری اراذل اوباش در طرح‌های دوره سردار رادان بود، توانست یکی دو بار قبل از دستگیری فرار کند، اما سرانجام در 28 سالگی دستگیر شد و به زندان رجایی شهر منتقل شد. اصغر خارجی که کابوس مردم جنوب شهر و پلیس بود، سرانجام در 10 مرداد ماه سال 1385 در حالی که روی تختش در زندان خواب بود با ضربات چاقو به قتل رسید. نوچه ها و رفقای اصغر خارجی بعد از دستگیری او از ترس دستگیری راهی شمال شده و در انفجار گاز ویلا جانشون را از دست دادن. مهدی سیاه سنی نداشت، اما به زنبهادر محله فلاح بود و همه او را قبول داشتن. از بچگی معروف شده بود به مهدی سیاه. انواع شرارت ها را انجام داده بود و در اول جوانی به لیست اراذل و اوباش سطح 1 تهران راه یافته بود و پلیس در به در دنبال او. اولین جرمش رو در 9 سالگی انجام داد و همکلاسیش رو
با چاقو مجروح کرد. نام او خیلی زود سر زبان‌ها افتاد و محله فلاح تبدیل به جولانگاه شرارت‌های او شد. هر روز تعداد شکایت‌ها از نزاع‌ها و درگیری‌های او با اهالی بالاتر می‌رفت تا اینکه در لیست 300 اراذل سطح 1 تهران قرار گرفت. او دستگیر و به رجایی شهر منتقل شد. این شرور در زندان نزدیک به 50 درگیری ایجاد کرده بود و در آخر در دی ماه سال 1389 در سن 24 سالگی در زندان از سوی افراد ناشناس کشته شد. علی مطلب مرداد ماه سال 1386 در جریان طرح دستگیری اراذل و اوباش پلیس متوجه شد علی ه معروف به علی مطلب شرور محله هاشمی بار دیگر شرارت‌ها و اقدامات مجرمانه خودش رو آغاز کرده. بررسی‌ها نشان می‌داد مطلب سرکرده باندی مخوف است که معروف به یاکوزا هستند، چرا که روی بدن خود علائم یاکوزاها رو خالکوبی کردند. اعضای این باند علاوه بر اعمال خلاف عفت عمومی و عربده‌کشی از سرکردگان توزیع مواد مخدر هم بودند. ابتدا یکی از اعضا در محله شریعتی با مواد مخدر دستگیر شد، اما خبری از علی مطلب در تمام مخفیگاه‌ها نبود. پلیس با پیگیری اطلاعاتی متوجه شد شرور سطح 1 قاچاقچی مواد مخدر و از مجرمان تحت تعقیب در محله اکباتان مخفی شده است. شامگاه 15 مرداد ماه وقتی پلیس قصد داشت علی رو دستگیر کنه، این شرور روی پلیس آتش گشود و ماموران هم به ضرب گلوله او رو به قتل رسوندن. مصطفی بختی اواخر اسفند ماه سال 1393 بود و همه آماده استقبال از عید نوروز بودند. خودرو دو جوان مقابل دکه‌ای در محله سراج توقف کرد تا پسر اهل محله خزانه سیگار بخرد. همان که پسر جوان از خودرو پیاده شد، با مصطفی بختی شرور سراج چشم تو چشم شد و درگیری آنها بالا گرفت. پسر 27 ساله در یک چشم به هم زدن با چاقو شاهرگ پسر غریبه رو زد و از محل فرار کرد. ساعتی بعد پسر مجروح میمیرد و اراذل محله سراج به اتهام قتل تحت تعقیب قرار میگیرد. 3 ماه بعد مصطفی دستگیر و مشخص میشود او از اراذل و اوباش محله سراج است که بسیاری از جرایمش عربده کشی، نزاع و قدرت نمایی است. این اراذل و اوباش در مورد علت قتل گفت: با مقتول چشم تو چشم شدم. من او را نمیشناختم، اما در محله ما بود و من بزرگ محله بودم. وقتی با من درگیر شد چاقو رو به سمتش پرت کردم، به شارگش خورد و فوت کرد. این شرور که به خاطر جای چاقو روی صورتش به صورت زخمی مشهور بود در زندان رجایی شهر اعدام شد. وحید مرادی بدون شک جنجالی ترین لات دهه 90 کسی نیست جز وحید مرادی، فردی که فیلم های رجزخانیش در هر پیج اینستاگرام و داخل گوشی ها وجود داشت. مرادی 43 ساله که چندین سابقه دستگیری به علت شرارت داشت، هر روز در فضای مجازی مشهورتر می شد تا اینکه 26 اردیبهشت ماه سال 1397 خبری منتشر شد مبنی بر اینکه وحید مرادی دوستش رو در ولنجک کشته و فرار کرده. چند روز بعد پلیس رد وحید مرادی رو در غرب کشور زد و موفق شد قبل از خروج از کشور او رو دستگیر کنند. با دستگیری وحید مرادی او به تیتر اول رسانه‌ها و فضای مجازی تبدیل شد. همه از او می نوشتند و لقب عقاب رو به او می دادند. او از قتل گفت و بعد از تحقیقات مقدماتی به زندان رجایی شهر رفت، اما در دعوایی که در هواخوری آغاز و بعد به سلول‌ها کشیده شد با تیزی به قتل رسید و پرونده لاتبازی و زندگیش همزمان بسته شد.